همونطور که اشاره کردیم، فوبیاها یکی از شایع‌ترین انواع اختلالات روانی هستند و میتونن در عملکرد و آسایش فرد اختلال گسترده‌ای ایجاد کنن. خوشبختانه درمان‌های ایمن و مؤثری برای درمان انواع مختلف فوبیا در دسترسه که شامل روان درمانی، دارو درمانی یا ترکیبی از هر دوی این هاست. درمان مناسب برای هر فوبیا بستگی به عوامل مختلفی از جمله علائم و شدت ترس فرد از موضوع داره. پس بهتره قبل از هر چیز با یک پزشک یا روانشناس متخصص در زمینه فوبیا مشورت کنید تا یک برنامه درمان مناسب برای شما تنظیم کنه. در ادامه به معرفی انواع دیگه از فوبیا میپردازیم. افرادی که فوبیای رعد و برق دارن در مواجهه با هوای بارانی و رعد و برق دچار ترس و واهمه فراگیر میشن. علائم آستروفوبیا شبیه به علائم دیگر فوبیاهاست و شامل لرزش، تپش قلب و تنفس سریع میشه. در طول مدت رعد و برق افراد مبتلا به این فوبیا به پناهگاه فرار میکنن و در صورت طولانی بودن این آب و هوا کار و زندگی اونها مختل میشه. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. ترس از تزریق یا فوبیای آمپول وضعیتیه که باعث میشه بسیاری به خاطر اون از درمانهای پزشکی و بیمارستانها اجتناب کنن. این ترس که بیش از 10% مردم جهان رو تحت تاثیر قرار میده، مانند دیگر فوبیاها قابل درمانه. افراد مبتلا به فوبیای تزریق در شرایط بیمارستانی دچار تپش قلب و استراب بالا میشن و حتی در هنگام تزریق از هوش میرن. از اونجایی که این ترس و این علائم برای فرد آزاردهنده است، مبتلایان به تریپانوفوبیا سعی میکنن که به طور کلی از مراجعه به درمانگاه و پزشک خودداری کنن. آگورافوبیا یا فوبیای اجتماعی ترس فرد از شرایط اجتماعی و میتونه بسیار ناتوان کننده باشه. در بسیاری از موارد این ترس ها میتونن چنان شدید باشن که مردم از حوادث، مکان ها و افرادی که باعث ایجاد حمله اضطراب در اونها میشن دوری کنن. افراد مبتلا به این فوبیا از اینکه در مقابل دیگران تحقیر بشن یا تحت نظر دیگران باشن ترس دارن. برای این افراد انجام کارهای روزمره و عادی مثل غذا خوردن هم میتونه ترسناک و اضطراب‌آور باشه. انجمن روانپزشکی آمریکا گزارش داده که ترس‌های اجتماعی اغلب در دوران بلوغ شکل می‌گیرن و میتونن در صورت درمان نشدن با فرد تا بزرگسالی همراه باشن. شایع‌ترین فوبیای اجتماعی ترس از سخنرانی عمومیه. در برخی از موارد مبتلایان به فوبیای اجتماعی از شرایط اجتماعی از جمله مدرسه و محل کار دوری می‌کنن که این مسئله بر سلامت و توانایی‌های فرد تأثیر شدیدی خواهد گذاشت. ثاناتوفوبیا ترس غیر معمول یا غیر طبیعیه که شخص احساس مردن یا مرگ می‌کنه که بر عملکرد طبیعی و سالم فردی که این ترس رو داره اثر می‌ذاره و ممکنه در نظر اطرافیان این حالت یک خطر یا تهدید واقعی تلقی بشه. معمولاً بیشتر افراد ترس از دست دادن عزیزان خودشون رو در مقطعی از زندگی تجربه می‌کنن. به علاوه این ترس وقتی که یکی از عزیزان خود را از دست بدید بسیار تقویت میشه. فکر کردن درباره مرگ دیگران و یا نگرانی از ترس عزیزان میتونه ترس از مرگ خودمون رو هم برامون تداعی کنه و تشدید کننده این اضطراب بشه. میزوفوبیا ترس شدید فرد از میکروب و آلودگیه. این فوبیا معمولا ارتباط نزدیکی با وسواس فکری عملی داره و باعث میشه که فرد مبتلا به اون به دفعات زیاد اقدام به شستشوی دست ها و حتی بدن خودش کنه. این ترس باعث میشه که فرد حتی از آلودگی مواد غذایی که میخواد مصرف کنه هم واهمه داشته باشه. فوبیای میکروب باعث میشه فرد از موقعیت های اجتماعی و محل کار و زندگی دوری کنه و به این وسیله حتی آغازگر دیگر انواع فوبیای اجتماعی بشه. در ادامه در ویدئوی بعدی در مورد انواع دیگر از فوبیا و راه‌های مواجهه با اونها صحبت می‌کنیم.